برنده جنگ داخلی سوریه پس از 18 ماه هنوز مشخص نیست، اما این نبرد یک بازنده قطعی دارد. کودکان جنگی که سهمشان از خاطرات دوران کودکی صدای گلوله تانک و خمپاره است. مؤسسه خیریه نجات کودکان در گزارشی اعلام کرده است که کودکان سوری در معرض شکنجه‌های وحشتناک و دیگر آزارهای جسمی و روحی قرار دارند. این مؤسسه به سراغ کودکانی رفته است که در اردوگاه پناهندگان در اردن زندگی می‌کنند. یکی از آنها از تجربه تلخ خود در مواجهه با اجسادی میگوید که در مسجدی با آنها مواجه شد. این دختر که نامش نور است و در زمان حمله به خانه اش در یک پناهگاه بود میگوید با موشک و تانک به خانه ما حمله کردند، بعد از آن هم با هواپیما بر سر ما بمب ریختند. این گزارش مشخصا اعلام نکرده که کدام طرف درگیر مرتکب آزار کودکان شده است، اما روایت های کودکان اغلب حاکی از آزار دیدن از بمباران هایی است که ارتش سوریه قادر به انجام آنهاست. من نمی توانستم خانه ای را که پسر عمه هایم در آن کشته شدند ببینم. هر بار که صدای بمبارانی را می شنوم یاد آنها می افتم. بس اسمع انه في قصف بس بخاف وبصير ابكي وبتذكر اولاد عمتي شماری از این کودکان گفتند که از آنها به عنوان سپر انسانی در برابر تانک ها استفاده می شد تا طرف مقابل از حمله به تانک صرف نظر کند. مؤسسه نجات کودکان از سازمان ملل خواسته است جنایت هایی صورت گرفته علیه کودکان را ثبت و مستند کند.